کوبلر به همدستی با رژیم ایران در یک توطئه خیانت علیه هزاران نفر از مخالفان بی‌دفاع این رژیم متهم است که باعث شده بسیاری از آنها کشته و مجروح شوند. مقاله کریستوفر بوکر، ساندی تلگراف، 20 ژوئیه 2013. هفته گذشته در مقابل شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، جدیدترین فصل عجیب و غریب در یکی از فوق‌العاده ترین ماجراهایی که من تاکنون در این ستون شهر داده ام باز شد. گزارش دهنده مارتین کوبلر بود که به تازگی پس از 2 سال به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل بانکیمون در عراق به کنگو منتقل شده است. اما کوبلر متهم است با رژیم ایران در یک توطئه خیانت به هزاران نفر از مخالفان بی‌دفاع رژیم ایران که برای سالها در عراق مستقر بودند همدست شده است که باعث شده انبوهی از آنها کشته و صدها نفر زخمی شوند. آنها اعضای مجاهدین خلق ایران، بخشی از بزرگترین جنبش مخالفان رژیم ایران، شورای ملی مقاومت ایران هستند که مدت هاست برای جایگزینی دیکتاتوری بیرحمانه مذهبی خامنه‌ای با یک دموکراسی مدرن مبارزه کرده است. رژیم تهران به شورای ملی مقاومت به عنوان سخت‌ترین دشمن خود نگاه می‌کند و هیچ کس به اندازه اعضای این مقاومت که از اوایل دهه 1980 در شهرک تمیز اشرف ساخته شده در بیابان‌های عراق مستقر بودند مورد هجوم رژیم ایران نبودند. در سال 2011 آنها توسط کوبلر به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد فریب خوردند که به یک پایگاه سابق ارتش ایالات متحده، از قضا با نام لیبرتی که معلوم شد بیش از یک زندان نیست، بروند. پایگاهی محاصره شده به صورت شبانه روزی توسط اراذل اوباش مسلح بدون آب و برق که وسایل آن نیز غارت شده بود. در لیبرتی آنها 3 بار مورد حملات سنگین موشکی از جمله در همین ماه گذشته قرار گرفتند که انبوهی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. همه اینها توسط کوبلر ممکن شد و یکی از دستیاران ارشدش آنقدر از این فریبکاری خشمگین شد که سال گذشته استعفا داد و شهادت تکان دهنده‌ای هم به کنگره آمریکا و هم به پارلمان اروپا ارائه کرد. آنچه این ماجرا را باز هم شگفت‌آورتر می‌کند، طیف قابل توجهی از هواداران است که 2 طرف توانستند به کار گیرند. ماه گذشته مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، توانست یک تظاهرات گسترده ایرانیان در پاریس با حضور نه فقط 100,000 تن، بلکه با حضور چشمگیری از چهره‌های سیاسی از سراسر جهان، از جمله شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی، صاحب منصبان ارشد پارلمان اروپا و بسیاری از مقامات سابق و ژنرال‌ها و وکلای آمریکایی برگزار کند. این گرد همایی بیش از هر چیز نگران عملکردی بود که نه تنها از سوی سازمان ملل متحد، بلکه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده و وزارت امور خارجه ما در انگلستان با رویگردانی از شواهد و با حمایت بیچون و چرا از کوبلر ادامه یافته است. وقتی کوبلر در 3 شنبه گذشته در مقابل شورای امنیت ظاهر شد تا سابقه‌اش در عراق را سفیدسازی کند، خانم رجبی به سرعت و به درستی و با پشتوانه فراوانی از شواهد مستند گزارش او را به عنوان دروغ‌های ساختگی مضحک، خیانت عمده به حقوق بشر و لکه‌ای در سابقه سازمان ملل متحد محکوم کرد. اما آنچه که ما در بریتانیا باید تکان دهنده ترین بیابیم این است که دولت خود ما به نام ما از آنچه که مسلماً ننگین ترین خیانت سازمان ملل متحد است حمایت کرده است.